او خداوندی است که دو دریا را به هم درآمیخت و میان آن دو واسطه و حائلی قرار داد که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند. این بیان در قرآن یک سبک ذهنی دارد. این آیه به ما می گوید که دریاها با یکدیگر مخلوط نیستند با وجود طوفانها و امواج بزرگ. بله، علم این آیه را تأیید می کند و ثابت می کند که قرآن سخن خداوند است. در سال 2000 دانشمند مشهور فرانسوی کاپیتان ژاک کاستو برای موانع زیرآبی دریا و اقیانوس شناس می گوید ما برخی از قضاوت پژوهشگران را مورد بررسی قرار دادیم. آنها می گویند که واسطه ای و حائلی در مرز دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود دارد که این توده های مختلف دریا را از اقیانوس جدا می کنند. به عنوان یک نتیجه از تحقیقات و کارشناسی مختلف ما شاهد آنیم که دریای مدیترانه دارای شوری و تراکم طبیعی است و یک فرم زندگی خاص دارد. سپس ما توده آب را در اقیانوس اطلس تجزیه و تحلیل کردیم. ما دیدیم که کاملا متفاوت از دریای مدیترانه بود. با این حال این دو دریایی که در تنگه جبل طارق که اسپانیا را از مراکش جدا می کند باید حداقل نزدیک به اشغال زندگی مساوی باشند، ولی این گونه نیست. با این وجود این دو دریا ساختارهای مختلفی دارند که آنها از نزدیک همگرا هستند. پس از تحقیقات ما در یک رویداد که ما را به شگفت آورد این بود که یک پرده آب بزرگ در نقطه اقدام این دو دریا وجود دارد که اجازه نمی دهد که این دو دریا به حدود یکدیگر تجاوز کنند. این نوع واسطه ها توسط دانشمندان آلمانی در منطقه دریای قرمز و خلیج ابدی در سال 1962 کشف کردند. نوع دیگر از واسطه و یا برزخ روی زمین در خلیج و دلتاها دیده می شود، جایی که رودخانه های آب شیرین به دریا ریخته می شوند اما با هم مخلوط نمی شوند، به خاطر اینکه واسطه و حائلی وجود دارد. اگر خالق قوانین مخلوط بین این دو آب قرار نمی داد، تمام موجودات و محیط آنها نابود خواهد شد. قرآن توجه به این آیه را جلب می کند و او خدایی است که دو دریا را به هم درآمیخت که این آب گوارا و شیرین و آن دیگر شور و تلخ بود و بین دو آب واسطه و حائلی قرار داد که همیشه از هم منفصل و جدا باشند.